هلو. خب بچه ها، امروز یه دونه از این ویدیوهای صحبت کردنی داریم. میخواستم راجع به کارم یه ذره بیشتر توضیح بدم، چون خیلیاتون قرار مهاجرت کنین و به فکر پیدا کردن یه کاری که بهش علاقه دارین هستین، خیلیاتون هم دارین انتخاب رشته میکنید و دوست داریم بدونین که هر شغلی چه ویژگیایی داره و به شما میخوره یا نه. من خواستم تو این ویدیو کمکتون کنم که بتونین اون شغل مورد نظرتون رو پیدا کنین. از اونجا که من تو زمینه دیجیتال مارکتینگ کار میکنم، گفتم بیام یه ذره راجع به دیجیتال مارکتینگ توضیح بدم، شاید خیلی به دردتون بخوره و اونایی که میخواین بیاین راحت‌تر بتونین تصمیم بگیرین که این شغل مناسب شما هست یا نه. اول از همه بگم که حتماً منبعای تخصصی اون شغلی که دارین راجبش سرچ میکنین رو بخونید و نگاه کنین و این ویدیوها رو فقط به عنوان یه تجربه بهش نگاه کنین، چون هر مطلبی تخصصیش خیلی بهتر به شما یه دیدی میده که چی کارا قرار بکنید و چه چیزایی لازمه ازش بدونید. ولی اینجور ویدیوها هم یه جور تجربه آدمای مختلفه که میتونه کمک کننده باشه. من رشتم چی بود؟ من توی ایران هم لیسانس هم ارشدم و مهندسی صنایع خوندم. لیسانسم و دانشگاه صنعتی ارومیه خوندم، فوق لیسانسم و دانشگاه علم و صنعت. اول از همه بگم که مهندسی صنایع خودش یه جوریه که تو یه بیس مارکتینگ و مدیریت و اینا میدونی، چون یه درسایی داره مخصوصا توی لیسانس که راجع به مارکتینگ و ایناست و تو خیلیش هم حتی اختیاریه و تو اگه از این رشته خوشت بیاد میتونی درساش اونجا پاس کنی. پس من یه بیس مارکتینگی از توی رشتم داشتم. مهندسی صنایع خیلی قشنگه، من واقعا رشتم رو دوست داشتم، چون که تو از همه مهندسی ها یه چیزی رو میخونی، نه به شدت اونا، ولی میتونی یه دیدی از همه مهندسی ها داشته باشی و این بهت یه فرصتی میده که واسه یه حتی ارشد یا پیدا کردن شغلت کمک میکنه که چه چیزی با شخصیت تو میخوره و اونو انتخابش کنی. خب من اونجا دیدم که از مارکتینگ و اینا خوشم میاد و اون رشته‌ای که دوست دارم دنبالش کنم شاید مارکتینگ باشه. از یه طرف من سوشال مدیا رو خیلی علاقه داشتم بهش و تقریبا از 7-8 سال پیش شروع کردم که پیج خودم رو زدن و توش محتوا تولید کردن و اینا. اینجا توی کانادا اینجوریه که حتی توی پیج شخصی داشته باشی که فالوور داشته باشی و بتونی تولید محتوا کنی برات رزومه میشه و میتونی توی پیدا کردن کار ذکرش کنی و بگی که من تونستم یه همچین تعداد فالووری رو با همچین انگیجمنتی بگیرم و خب تونستم تولید محتوا کنم و واقعا براشون با ارزشه. به دید اینکه تو تونستی یه همچین کاری کنی نگاه میکنن و واقعا توی رزومه خیلی چی میگن تاثیرگذاره. واسه دیجیتال مارکتینگ چیا لازمه شما بدونید؟ قطعا توی هر رشته ای اینطوریه که تو با درسای دانشگاه توی اون رشته ای که دوست داری نمیتونی خیلی حرفه‌ای بشی و باید با گذشت زمان و تجربه و گذروندن دورهای مختلف اون حرفه رو خیلی خوب به دستش بیاری. سر مارکتینگ هم همینه، ولی مارکتینگ خیلی خیلی حوزه‌های مختلفی داره که میتونی توش کار کنی. مارکتینگ، دیجیتال مارکتینگ و خود، حالا ما اصلا راجع به مارکتینگ اینجا حرف نمیزنیم، خود دیجیتال مارکتینگ به چندین بخش تقسیم میشه که تو میتونی تو هر کدوم از اینا حرفه‌ای بشی و فقط توی اون حوزه کار کنی. حالا میتونی توی بقیه حوزه‌ها هم یه مثلا اطلاعاتی داشته باشی، ولی انقدر این حوزه بزرگه و توش زمینه‌های مختلف هست که تو میتونی توش کار کنی، هر کسی یه قسمتیشو انتخاب میکنه و اونو به عنوان حرفه اصلیش انتخاب میکنه، بقیه هم کنارش یه چیزایی میدونه. خب این حوزه ها چیه؟ گوگل ادز، SEO که حالا ایران بهش میگن SEO، سرچ انجین اپتیمیزیشن، وبسایت، سوشال مدیا
و لاگینگ و تولید محتوا. شما وقتی شروع میکنین به پیدا کردن کار، توی اون رزومه اکثرا همه اینا رو ازتون میخوان، ولی خب تقریبا میتونم بگم که همه اون جابایی که میخواین اپلای کنین یکیشون از بقیه خیلی مهمتره و براشون اولویت مثلا یکی از اوناست. یکی میخواد وبسایتشو بهتر کنه، یکی میخواد سوشال مدیا رو روش کار کنه، یکی میخواد روی گوگل اد کار کنه و یه سری هم آره همش رو میخوان، ولی باز میگم بستگی به اون شرکت و اون کمپانی فرق میکنه که خواسته هاشون از دیجیتال مارکتینگ چیه. پس اگه دوست دارین که توی این حوزه ها کار کنین، اول باید ببینین که علاقتون بیشتر به کدوم سمته و شروع کنین که این دوره ها رو بگذروندن. دوره از کجا پیدا کنیم؟ من بهتون دوره های کورسرا رو پیشنهاد میدم، چون یه مدرکی هم بهتون میده که اون مدرک رو میتونین توی لینکدینتون بذارین و خیلی تاثیر داره. به نظرم برای من این شکلی بوده، من خیلی از کورسرا مدرک گرفتم و واقعا تاثیرگذار بود. بچه ها لینکدینم خیلی واسه پیدا کردن کار توی دیجیتال مارکتینگ خیلی خیلی کمک میکنه. حتی برای من شده بود که خودشون میومدن به من پیام میدادن و میگفتن که بیا با ما مصاحبه کن و مثلا ما فکر میکنیم تو فیت خوبی هستی برای مصاحبه. حالا بماند که ریجکت میشدم و خیلی ریجکت شدم، اینجوری نبود که خیلی سریع کار پیدا کنم، ولی میخوام بگم که همین که دیده میشدم و مصاحبه میگرفتم این خودش خیلی خوب بود، چون مصاحبه گرفتن اینجا خیلی سخته و وقتی مصاحبه میگیری انگار یه فرصتی هست که خودتو نشون بدی. تا وقتی که مصاحبه نمیگیری هنوز هیچ ایده‌ای نداری که رزومت دیده شده، خوششون اومده یا نه، ولی وقتی تو پروسه مصاحبه هستی اشکالات در میاد که تو مصاحبه باید چی بگی و اینکه چطور باید خودتو بهتر کنی برای مصاحبه ها. پس وقتی لینکدینتون رو بهتر کنین، رزومتون یه جوری باشه که مصاحبه بگیرین، انگار نصف راهو رفتین و خیلی کمکتون میکنه. حالا این بحث کار پیدا کردن یه قضیه جداست، من فقط میخوام راجع به دیجیتال مارکتینگ و اینکه من تو کارم چی کار میکنم و چه جوریه و اینا بیشتر صحبت کنم. خلاصه شما میتونید دوره های کورسرا رو یه درخواستم بنویسین، براتون فاند میده و میتونین به صورت خیلی ارزونتر یا حتی رایگان اون دوره رو بگذرونین و اصلا هم ربطی نداره که ایران باشین یا خارج. اگه اون نامه رو خیلی خوب بنویسید و متنش قانع کننده باشه بهتون فاند میدن و میتونین اون دوره رو رایگان بگذرونین. من خودم این کار کردم و خیلی خیلی دوره برداشتم و به هم واقعا توی اینکه علم مارکتینگ و دیجیتال مارکتینگم رو بهتر کنم کمک کرد. دیگه چی کارهایی بهتون کمک میکنه که بتونید تو حوزه دیجیتال مارکتینگ کار کنید؟ بعد اینکه دوره ها رو گذروندین میرسین به مرحله تجربه، یعنی مثلا تو رزومتون چیا بنویسین که بخوره به دیجیتال مارکتینگ و بتونین تو رزومتون بذارین. یکیش همونطور که گفتم میتونین واقعا روی پرسونال برندینگ خودتون کار کنین و اونو به عنوان یه شغل توی رزومتون بذارین و بگین که من تولید محتوا کردم، من تونستم اینقدر فالوور و سابسکرایبر بگیرم و واقعا براشون ارزشمنده. من از تجربه خودم میگم دیگه، توی این قسمت که داریم روی پرسونال برندینگ خودتون کار میکنین حتما اتفاق میفته که شما با یه سری برندا کار کنین و خب اون دوباره خودش یه رزومه میشه. مثلا برای مثال من وقتی که شروع کردم پیجم و یه ذره بردم سمت زبان انگلیسی و انگلیسیش کردم که بتونم با برندا کار کنم، با چند تا برند تقریبا خوب کار کردم که تونستم اونا رو بیارم توی مصاحبه هم، بیارم توی رزومه هم بگم من با این برندا کار کردم. یه فرصت خوبی که مثلا برای من پیش اومد این بود که من تونستم با برند والمارت سر یکی از کمپیناشون کار کنم و میتینگ میذاشتیم و هماهنگ میکردیم و من با اون آدما آشنا شدم، با اون نحوه اجرا کردن کمپین و نمیدونم اینفلوئنسر مارکتینگ و همه اینا آشنا شدم
و خب میتونستم توی رزومم بیارم که من با برند والمارت کار کردم و براشون تولید محتوا کردم. میدونین میخوام بگم که از چیزایی که دارین واسه خودتون، اگه به این کار علاقه دارین واسه خودتون روی برند خودتون کار میکنین، روی سوشال مدیای خودتون کار میکنید، میتونید از همون استفاده کنین توی رزومه هاتون و قطعا خیلی کمک کننده است به این که میبینن تو تجربهشو داری و تو با برندهای خوبی کار کردی. از اون ور تحصیلاتم تا حدی براشون مهمه. خب مثلا من الان توی یه شرکتی کار میکنم که انجینیرینگ هست و خیلی مهندسی طوره، برای همین وقتی من زمینه مهندسی صنایع داشتم و اینا میدونستن که من مهندسی خوندم و از اون ور دیجیتال مارکتینگ و بلدم و علمشو دارم، خب خیلی فیت من بود، چون اینا یکی رو میخواستن که هم مهندسی بدونه هم این که خب کار دیجیتال مارکتینگ شرکت رو بتونه انجام بده. میخوام بگم که بعضی وقتا یه شغلایی واقعا فیت خود شماست و شما خبر ندارین ازش، فقط باید صبر کنید که اون فرصت پیش بیاد و شانستون رو امتحان کنید. ولی خب برای اینکه اون فرصت پیش بیاد شما باید تلاش کنید و هی خودتون رو بهتر بکنید. مثلا من توی این مدتی که کار نداشتم و یه جورایی داشتم روی رزومم کار میکردم و روی سوشال مدیا خودم کار میکردم، تونستم با برندا کار کنم، تونستم لینکدینم رو خیلی حرفه‌ای ترش بکنم و دوره‌های مختلف بردارم که علمم به روزتر بشه و بدونم که چی به چیه. دیجیتال مارکتینگ شما مولتی تاسکینگ رو بلد باشین و بتونین کانتنت کلندرهای خیلی خوب و حرفه‌ای درست کنین که نرم افزارهای مختلفی داری، شما باید مثلا سر در بیارین که چجوری میشه مارکتینگ کلندر درست کرد، یه نوع تقویم که شما مشخص میکنین که توی اون ماه کارهایی که باید انجام بدیم واسه شرکت از لحاظ مارکتینگ و کانتنت چیا هستش که من مثلا الان دارم واسه شرکت انجام میدم و باید خودم بشینم مثلا تصمیم بگیرم که چی میتونه ویو بخوره، چی میتونه به دیده شدن فلان مطلب توی وبسایت کمک کنه، یا مثلا ما قصدمون فروش چیه، من واسه مارکتینگ باید چی کار کنم. همه اینا واقعا لازمش اینه که شما حداقل اون دوره های مارکتینگ رو بردارین که بدونین چه خبره و بقیه دارن چجوری این کار رو انجام میدن. دوره ها هرچی معتبرتر باشه بهتر، واسه همین من کورسرا چون دوره هاش مال گوگل و مثلا دوره هایی که مال خود متا و گوگل بود و برداشتم و از لحاظ معتبری میدونم خیلی معتبرن و دیگه مدرکش هم مدرک خوبی میشد. دیجیتال مارکتینگ یه کاریه که واقعا باید بهش علاقه داشته باشی و به نظر من جزء کارهای خیلی شیرینیه که آدم میتونه داشته باشه، البته باز به شخصیت آدما بستگی داره. ولی خب من این کار کردن با برندهای مختلف، تولید محتوا براشون و اینکه هیچی اونجوری تکراری نیست، کار هر روزت فرق داره، هی باید دیتا ها رو آنالیز کنی ببینی که چی بهتر جواب میده روی اون شرکت یا روی اون برند، همه اینا به نظر من خیلی شیرینه و اگه دوست دارین که یه کار خیلی تکراری نباشه و مثلا توی از کار کردن توی سوشال مدیا و اینا لذت میبرین، به نظر من میتونین راجبش فکر کنید و به عنوان یه شغل در نظرش بگیرید. آها، یکی از خوبیایی که کارهای دیجیتال مارکتینگ و مارکتینگ دارن، اکثرشون کارهای هایبرید و ریموت حساب میشن، چون که تو کارت یه جوریه که از هر جایی میتونی انجامش بدی. داریم رولای مارکتینگی که باید حتما تو آفیس باشی و اینا، ولی خب بسته به کالچر شرکت و ایناست، ولی اگه یه ذره باهات را بیان و شرکت خوبی باشه معمولا به شما اجازه میدن که از خونه کار کنی. این کار یه کاریه که تو همیشه باید بروز باشی. یعنی چی؟ یعنی چون به سوشال مدیا و اینا خیلی ربط داره و همش سوشال مدیا داره آپدیت میشه و اون الگوریتما داره عوض میشه، تو هم باید طبق همون پیش بری و هی بدونی که الان چی جواب میده توی سوشال مدیا. ممکنه یه چیزی که مثلا یه ماه پیش یا یه سال پیش جواب میداد دیگه واسه الان جواب نده. من دوره های
های گوگل اد رو بردارین. معمولا رنج حقوقی کسایی که گوگل اد بلدن و میتونن با گوگل اد کار کنن و آنالیزش کنن و بتونن ادورد های خوبی پیدا کنن و کلا بتونن آنالیز کنن گوگل اد و رنج حقوقیشون بالاتر از بقیه است. من توی پروسه اپلای میدیدم، یعنی کسایی که شرکت هایی که میخواستن تمرکزشون روی گوگل اد باشه رنج حقوقیشون هم بالاتر بود. اینو در نظر بگیرین. و اینکه حتما مثلا یه وردپرس و اینا برای طراحی وبسایت بلد باشین. توی اکثر برندها حتما با وبسایتشون سر و کار دارین و باید بلد باشین که چه جوری بلاگ کنید و محتوا تولید کنید توی وبسایت، مثلا با وبسایتشون بتونید بازی کنید و درستش کنید. SEO هم جز چیزاییه که اگه بلد باشین رنج حقوقیتون میره بالاتر. و فکر کنم بیسترین چیزی که باید توی دیجیتال مارکتینگ حتما بلد باشین کار کردن با سوشال میدیا، یعنی اینستاگرام، تیک تاک، یوتیوب، لینکدین، توییتر، همه اینا رو باید بدونین که نحوه پست گذاشتن و نحوه اینکه چطور مخاطب به پستای شما توجه میکنه رو بدونید، بتونید آنالیز کنید. اینا فکر کنم ساده ترین چیزیه که یه دیجیتال مارکتر باید بدونه. اینا همه براش دوره‌های مختلف هست، یعنی شما میتونین دوره جدا برای مثلا تولید محتوا توی اینستاگرام بردارین، دوره جدا برای لینکدین بردارین. معمولا خیلی از شرکت ها لینکدین براشون خیلی مهمه، مثلا تو شرکت ما من الان روی چیزی که خیلی دارم کار میکنم روی لینکدینشونه. یه ویژگی که توی دیجیتال مارکتینگ خیلی خیلی کمک میکنه اینه که کریتیو باشین، بتونین یه چیز جدیدی رو به مثلا سوشال مدیا یا وبسایت یا حتی گوگل اد اضافه کنید که ازش نتیجه بگیرین و یه چیزی رو عوضش کنین. این لازمش اینه که شما خلاق باشین و بتونید چیزای مختلف رو امتحان کنین و چیزای جدیدی رو اضافه کنید به قسمت مارکتینگ شرکت. این باعث میشه که شما دیده بشید و کارتونم دیده بشه. دیگه فکر کنم همینا دیگه، یعنی اینا بیس کلن وارد شدن به حوزه دیجیتال مارکتینگه. من چون خودم علاقه داشتم وارد دیجیتال مارکتینگ بشم، بیشتر اپلایام تو این حوزه بود و سعی میکردم که توی این حوزه کار پیدا کنم. گوگل اد خیلی خیلی برای شرکت ها مهمه، چون باعث میشه که مشتری های جدیدی به سمت کمپانی بیان و خب این خیلی ارزش داره و کار شما دیده میشه. مثلا من تو شرکت روی گوگل اد که کار میکنم، بعد چند هفته واقعا نتیجهش دیده میشه و یه سری اینکوایری های جدیدی میگیریم که نشون میده خب گوگل اد کار کرده و بر اساس اون ادوردا داریم مشتری های جدید میگیریم. برای همین واقعا خیلی ارزش داره که شما این گوگل اد رو بدونید و روش کار کنین، چون اگه معمولا اگه گوگل اد بلد نباشین عنوان اون شغل به دیجیتال مارکتینگ اسپشیالیست نیست و به سوشال مدیا منیجر و سوشال مدیا اسپشیالیست تبدیل میشه. اون وقت از شما انتظار دارن که خب فقط یه چیزایی رو تو سوشال مدیا و اینا بدونین و معمولا گوگل اد رو از یه سوشال مدیا منیجر و سوشال مدیا اسپشیالیست انتظار ندارن که خیلی وارد باشه توش. واسه همینم رنجای حقوقی حوزه دیجیتال مارکتینگ معمولا بالاتر از سوشال مدیا میشه. فکر کنم چیزای خیلی بیس و ساده‌ای که باید از دیجیتال مارکتینگ و نحوه ورود به این حوزه رو میدونستین و بهتون گفتم. اگه خیلی کنجکاوترین و دوست دارین وارد این رشته بشین، حتما حتما بهتون پیشنهاد میکنم که دوره‌های کورسرا رو بردارین و خیلی از بیس شروع میکنه بهتون یاد دادن چیزایی که لازمه تو این رشته بدون. و منبعهای تخصصی دیگه ای که خیلی خیلی زیادن و میتونین ازشون استفاده کنید. من فقط خواستم توی چند دقیقه بهتون یه کمکی کرده باشم، چون هر سری مثلا یه دایرکت های این مدلی میگرفتم که کار چیه، داری چی کار میکنی، یا مثلا تو رشتت چی بوده که تونستی توی این حوزه وارد کار بشی، خواستم یه توضیح بدم و یه ویدیو صحبت کردنی داشته باشیم. اگر هم به مبحث‌های این شکلی و صحبت کردن این شکلی علاقه دارین، به هم موضوعی که دوست دارین راجع بهش صحبت کنیم و اینجوری چیت چت کنیم،
به هم موضوعاتون رو بگین تا منم اگه راجبش یه تجربه ای داشتم و یه اطلاعاتی داشتم میام راجبش باهاتون صحبت میکنم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. مرسی که ویدیوهای منو دیدین. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره اگه دوست داشتین ویدیوهای بیشتری از من بدینین. مرسی. خدافظ.